مردم جهان در یک سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند. سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی میگویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه میگویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض میکنند میگویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند میگویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلمات‌ها و مهمانان من را در سرزمینمان ترور می‌کنه و از داعش و گروه‌های تروریستی پنهان و آشکار حمایت می‌کند. رسالت همه پیامبران استقرار و گسترش حق و در مقابل ایران از جنبش‌های آزادی بخش و مردمی حمایت کرده است که 4 نسل از قربانی جنایت و استعمارگری رژیم اسرائیل بودند. ما در کنار مردم کشورهای شما که در خیابانها علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات میکنند ایستاده ایم و جنایات علیه بشریت را محکوم میکنیم. جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افزایش افسانه شکست ناپذیری خود را بازسازی کند و مسئولیت عواقب آن با دولت‌هایی است که در برابر تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می‌ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می‌نامند. تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند، علیه لبنان که هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است. تنها در برابر تجاوز دیگران قهرمانان از خود دفاع نموده و متجاوزان را پشیمان ساخته است. ایران سرزمین هیچ ملتی را اشغال نکرده است. چشم به منافع هیچ کشوری نداشته است و بارها برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه طرح‌های گوناگون به همسایگان و مجامع بین المللی پیشنهاد داده است. ما از ضرورت اتحاد منطقه و تشکیل یک منطقه قوی سخن گفته ایم. منطقه متحد و قوی بر چند اصل استوار است. اول اینکه بپذیریم همسایه ایم و به لطف همسایگی همواره در کنار هم باقی خواهیم ماند. حضور قدرت‌های خارجی در منطقه موقتی و منشأ بی‌ثباتی است. توسعه و پیشرفت ما و شما به یکدیگر گره خورده است. برون سپاری امنیت به کشورهای فرامنطقه‌ای به سود هیچ یک از ما نیست. دوم اینکه نظم جدید منطقه باید فراگیر و به سود همه همسایگان باشد. نظمی که منافع تک تک کشورهای همسایه را تأمین نکند نمیتواند پایدار باشد. سوم اینکه کشورهای همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خود را در جهت رقابت‌های فرسایشی و مسابقه تسلیحاتی هدر دهند. منطقه ما از جنگ، تنش‌های فرقه‌ای، تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، کمبود آب، بحران پناهندگی، تخریب محیط زیست و مداخلات خارجی رنج می‌برد. و مناسبات کشورم را بر اساس ملزوم جمهوری اسلامی ایران مصمم است به تأمین و تضمین امنیت خود، نه ایجاد ناامنی برای دیگران. ما خواهان صلح برای همه هستیم و هیچ با هیچ کس سر جنگ و دعوا نداریم. ما خواستار صلح و امنیت پایدار برای مردم اوکراین و روسیه ایم. جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ و
و تأکید بر لزوم توقف سریع درگیری های نظامی در اوکراین از هر گونه راه حل صلح‌آمیز حمایت می کند و معتقد است تنها از طریق گفتگو این بحران خاتمه می یابد. که ایران به گواهی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به ایران نیست که کشور شما را تحریم کرده و مانع از روابط تجاری شما با جهان شده است. ایران نیست که مانع از دسترسی شما به دارو می شود. این ایران نیست که مانع دسترسی شما به نظام بانکی و پولی جهان شده است. ما نیستیم که سران ارتش شما را ترور کرده ایم، بلکه آمریکاست که عزیزترین سردار نظام ایران را در فرودگاه بغداد ترور می کند. پیام من به همه دولت هایی که راهبردی غیر سازنده در قبال ایران در پیش گرفتند این است که از تاریخ درس بگیریم. ما می توانیم از این محدودیت ها فراتر رویم و دوران جدیدی را آغاز کنیم. این دوران جدید با به رسمیت شناختن دغدغه های امنیتی ایران و همچنین کار مشترک بر سر مسئله های مشترک شروع می شود. تحریم ها سلاحی مخرب و غیر انسانی هستند که با هدف فلج کردن اقتصاد کشور اعمال می شود. محرومیت از دسترسی به داروهای حیاتی یکی از دردناکترین پیامدهای تحریمی که جان هزاران انسان بیگناه را به خطر می اندازد. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه جنایتی علیه بشریت است. ملت ما در طول سالهای گذشته با تحمل سختی‌های فراوان ناشی از تحریم‌ها نشان داده است که در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کند. اگرچه زخم‌های ناشی از تحریم‌ها بر پیکره جامعه ما عمیق است، اما مواجهه با این تجربه تلخ ما را به ملتی قوی‌تر با اراده پولادین و خودباور تبدیل کرده است. ایران آمادگی دارد برای ساختن دنیایی بهتر با قدرت‌های جهانی و همسایگانش مراودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مؤثر و از جایگاه برابر داشته باشد. On behalf of the assembly, I wish to thank the president of the Islamic Republic of Iran. 朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kiss 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力。可以防御工作环境里的3C商品，各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。